حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که لازم است تا هر چیز زودتر از طریق دایر نمودن لایجرگه ملی قانون اساسی افغانستان تصویب شود. آقای کرزی در مصاحبه اختصاصی با حسیب دانش الکوزی سرپرست بخش افغانستان صدای آمریکا با اشاره به این مطلب که مقامات حکومت طالبان چند قبل گفتند که بخش‌هایی از قانون اساسی دوره ظاهر شاه را استفاده خواهند کرد افزوده که امیدوار است این امر بر اساس یک فرمان رسمی اعلام شود و تحت بیرق سه‌رنگ ملی افغانستان حکومتداری این کشور ادامه یابد. ده هغه لپاره ضرور ده چې ژر تر ژره افغانستان د اساسي قانون خاوند شي، حتی که هغه اساسي قانون د موقت دورې لپاره هم وي. څه موده مخکې د اسلامي تحریک د عدلي وزیر د افغانستان د پخواني پاچا د دورې اساسي قانون ته اشاره کړې وه چې ګواه کې دا به د نوي حکومت تګلاره برابروي. هله مدازه چې دا قانون د یو فرمان د لاري نشر سي او نافذ سي او بیا ترغه تر چفلاره د لانجو ترغه بیرغ د لانجي چې تور او سر زرغون د افغانستان ملي بیرغ او د افغانستان مختلفو اساسي قوانینو د جرګو د لارو تایید کړی دي. آقای کرزی همچنان تصریح کرده که برای کسب مشروعیت بین‌المللی و برآورده شدن خواسته های اقشار مختلف افغانستان لازم است تا اقدامات توسط طالبان صورت گیرد. کرزی بر رعایت حقوق اساسی زنان افغانستان نیز تاکید کرده است. و در این راستا، در راستای برآوردن آرزوهای ملت افغانستان برای صلح، برای ثبات، برای کشور مترقی و صاحب حکومت مشروعیت ملی و رسمیت بین المللی لازم است، الزامی است که اقدامات شود. اقدام اول زمین سازی برای مشروعیت ملی از طریق لوی جرگه، از طریق نافذ کردن قانون اساسی افغانستان و باز تعلیم و تربیه جوانا و طفلا و دختر و بچه افغانستان است. برگشت دوباره افراد مسلکی بیداری مملکت است، احیا کردن نهادهای ملی مملکت است و کار زن هاست و خصوصا تکرار میکنیم که نگهداری و حفظ و تقویت اتحاد و اتفاق ملی افغانستان است و نگذاشتن کامیابی و یا ریشه دوامی توطئه بیرونی به خاطر ماست که متاسفانه میبینیم. آقای کرزی همچنان در این مصاحبه افزوده که مردم افغانستان خواهان داشتن روابط مبتنی بر حسن همجواری با اسلام آباد هستند، اما پاکستان نباید به نمایندگی از افغانستان و مردم این کشور عمل کند. می‌شنویم که پاکستان در این روزها به ترتیب صحبت میکنه و مرتبی کار میکنه که گویا نمایندگی ما رو بکنه. خیر، پاکستان نماینده افغانستان نیست، نه نماینده مردم افغانستان است و ما مطمئن هستیم که حکومت فعلی تحریک طالبان در این مورد هر سیاست نشان میدن. اینا هم طالبان هم افغانستان و مطمئن مثل افغانهای دیگه از راه وطن دوستی و خوب وطن کار میگیرن و جواب اینها رو میدن. ولی صدای خودم به پاکستان، به همسایه ما، به همسایه ما و برادر ما ایست که کوشش نمایندگی افغانستان را نکنند و برعکس بر ایجاد یک رابطه متمدن با کشور ما اقدام کنند. بینندگان محترم، شما میتونید جریان کامل این مصاحبه را از طریق برنامه‌های رادیوی آشنای صدای آمریکا و یا با مراجعه به وبسایت دری صدای آمریکا بشنوید و دنبال کنید.